در سال 1340 در مشهد چشم به جهان گشود. والدین او نه تنها تحصیلات عالی داشتند بلکه به هنر نیز بسیار علاقمند بودند. مادر او که مدیر یکی از دبیرستان‌های مشهد بود در جوانی آکاردئون می‌نواخت و به نقاشی نیز بسیار علاقمند بود و همین علاقه باعث شد تا او را برای آموزش طراحی و نقاشی نزد اساتید مطرح آن زمان همچون استاد صادق‌پور و استاد پیراسته بفرستند. پدر او نیز به ادبیات ایران بسیار مسلط و جد پدری او نیز شاعر بود. نام خانوادگی آنها نیز برگرفته از تخلص شعری جدش است. وی اولین درس‌های موسیقی را در کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان از دایی خود آقای منوچهر زمانیان و در دو تابستان پیاپی نزد حمید متبسم فرا گرفت. در سال 1369 به دعوت زنده یاد پرویز مشکاتیان به عنوان نوازنده تار به گروه عارف دعوت و حاصل این همکاری آثار نظیر افشاری مرکب، افق مهر، وطن من و مقام صبر شد. جز استاد کیوان ساکت. استاد سلام، خیلی خوش آمد. درود و مهر بر شما و درود و مهر من و گرمترین سلام های من بر هموطنان من که در این لحظه صدای گرم شما و صدای خسته من رو میشن.
استاد شما بزرگوارید و لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید به این برنامه. خواهش می‌کنم. درسته. استاد یه تعداد سوال آماده کردیم، اگر از لحاظ شما ایرادی نداشته باشه. بله، با کمال میل. خیلی ممنون، شما بزرگوارید. استاد از چند سالگی شروع کردید به فراگیری ساز؟ اگر یک پروسه یا یک بیوگرافی. البته من خیلی مثلا خردسال بودم که ملودیکا و زنبورک اونا میزدم از قبل دبستان، تو برنامه های تلویزیونی اون موقع و برنامه های دبستان و اعیاد و میلاد ها و اینا چیز میکردم، دعوت میشدم زنبورک میزدم، دیدی دیدم و ملودیکا میزدم. و بعد در 14 سالگی مرکزی در مشهد تأسیس شد به نام کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان و دایی من آقای منوچهر زمانیان ایشون به عنوان مدرسه تا اونجا فعالیت میکردن و میدونستن که من به کار هنری مجسم سازی میکردم، نقاشی میکردم، حال نوکی به هر جا زده بودم و من گفتن که اگر میخوایی بیا ثبت نام کن اونجا و از کلاس اونجا استفاده کن، ولی اگر میخوایی مثل بقیه کارا ول کنی نیا اونجا. من هم گفتن آره میرم ثبت نام میکنیم، دوست نتشتیم نمیدیدی و خب اینقدر به موسیقی علاقمند شدم که تمام کارهای دیگر رو ول کردم. یه عشق آمد و عقل همچو بادی رفت از بر من هزار فرسنگ و این شد که من به وادی در حال بی انتها و پر از شرافتمندی و زیبایی موسیقی ایرانی گام نهادم و اکنون در خدمت شما و هموطنان عزیزم هستم. بسیار عالی استاد. استاد اگر امکانش هست برای بینندگان عزیز راجع به اساتید موسیقیتون که این فن رو پیششون تعلیم دیدید یه مقدار توضیح بدید و اگر امکانش هست اسم محبوب ترین استادتون رو عنوان کنید. من اولین معلم من دایی عزیزم آقای منوچهر زمانیان بود که همیشون هستم، خیلی دوره بسیار کوتاهی معلم من بودند، سال 54 فکر میکنم بود اون حدودا بود، ولی یک بنمایه های عشق به وزیری و به موسیقی راستین رو در من نهادینه کردن با آشنایی که با مکتب وزیری داشتم. بعد از اون دائما چون ناچار بود از مشهد برای ادامه تحصیل خارج بشه، آقای حمید متوسم همشهری من که دوست دایی من هم بود در دو تابستان پیاپی اومد اونجا و در مرکز مشغول شد و من از راهنماییشون استفاده کردم و خب بعد دیگه با هم خیلی صمیمی و دوست شدیم و سالها و این دوستی هم امروز هم ادامه داره. از اون به بعد من تقریبا معلمی نداشتم و خب یک بار یا دو بار با هنرمند گرامی استاد حسین علیزاده من ملاقات داشتم برای خرید تار و مشورت گرفتن از ایشون و خب درس های از ایشون گرفتم. همون سال فکر میکنم 58 حدودا بود و خب ایشون هم یک کلاسی داشتیم، من ساعت 6 صبح میرفتم کانون چاوش بود موقع، الان مکتب کنون میزه عبدالله شده، 6 صبح در آواز میکرده تار میدن دستم، حالا سردم بود، هوا گرم هرچی بود و از ظهر ساعت 3 می آمدن. من که نمیفهمیدم که گشنگی و خستگی و سرمانگرم آنه معنیش چی هست، اینقدر عاشق بودم که معنی واژه خستگی و گشنگی برای من اصلا معنایی نداشت این واژه ها. ساعت 3 می آمدن می گفتن خب باید کلاس ها شروع شدید تو باید بری. یه روز گفتم اجازه میدید من توی کلاس شما بمونم، ایشون هم با خوشرویی هرچی تمامتر اجازه دادن. من بودم یه جوان 16 ساله بودم و بعد فردا که صبح دوباره تبقیه قرار وقتی من رفتم تبقیه اونجا اونجوری اومدم در کانون چاوش رو با کردن تا رو من دادم، من شروع کردم درس هایی که دیروز به بچه هاشون میدادن شاید هاشون میدادن، گفتم تو اینا کجا گرفتی؟ گفتم شما دیروز میزدیم تو اون موقع هم کسی امپیتری و زبطی سوی تو قرام هم فلا بکنی درست زبطه واکمن خیلی کم به اعتدار داشتن، گفتن حافظت خوب و فلانا نوار ردیف رو من دادن و گفتن که اینو کار کن همایون رو چارگاه خوب که یاد گرفتی برگرد اینجا من با چیز کنش رفش کنم.
من رفتم بعد یه ما دو ما این حجمش هم زیاد، ولی این نوا رو من واقعا دیگه بلعیدمش تمام مطالبشو. برگشتم آقای استاد علیزاده رفته بودن آلمان که دیگه استاد فقید جناب لطفی اونجا بودن. من گفتم که داستان اینجوریه، یه جلسه شدم سر کلاسشون، یادم 7 ساعت منتظر شدم تا نوبتم شد. بعد رفتم و چارگاه رو برایشون زدم، گفتم اینجوریه، تا آخر حساب رفتم، گفتم تو کنار بلدی بلنشو برو. این نوار ضبط و جرش هم هست، یعنی ضبط با چیز ضبط کردم، اونجا یه واکمن تهیه کرده بودم ضبط کردم. دیگه معلمی نداشتم تا اینکه به حال، ولی از باغ و گلشن همه اساتید معاصر و قدیم تا جایی که به حال ظرفیت محدود من اجازه میداد خوشه چینی کردم و تجربه آموزی و تجربه اندوزی کردم. خب معاصرین رو تقریبا همه رو کار کردن، آنهای قدیم رو، ردیف های قدیم میرزا عبدالله، محمود کریمی، عبدالله دوامی، ارزم آنچه که مرد سوا بود، بعد دیگه غلام حسین بیجی خانی سبک و شور شعرشون خیلی دوست داشته داری، برانم دوست دارم احترام بذارم، مساخان معروفی، آوازای زلی، آوازای قمر، ساز نیدا بود، هر چی که به حال به دستم میرسید رو من سعی کردم که کار کنم و یاد بگیرم. به حال بدون معلم واقعا سخت بود، تجربه های خاطرات زیادی دارم که چگونه مثلا کوک متوسطی میدم چجوری چه کوکی زده چکار کرده، نطخونی، آهنگسازی، هارمونی، نمیدونم هر چی که همه رو اینجوری به حال بدون معلم من چیز کردم گذرم. ولی در حقیقت همه بزرگان معاصر و قدیم معلم من بودن. خیلی بزرگی انقدر استاد قشنگ صحبت میکنید، مثلا وقتی که صحبت میکنید من به عنوان یه شنونده که حرفای شما رو گوش میکنم فکر میکنم که خودم الان توی موقعیت شما و دارم تمام این راهی که شما پیمودید تیم میکنم. لطف دارید. استاد مشوق شما همونطور که توی بیوگرافی هم این مختصر اشاره شد مادرتون بوده اگر اشتباه نکنم، اگه مایلید و تمایل دارید یه مقدار راجع به ایشون صحبت کنم. بابا مادر من و پدر من به هنر علاقمند بودن، پدر من بچه بودم ویولن خیلی یک دوم برای من گرفت، بعد معلم ویولن که خب من اولین بار مشهد بودم، من نشست و من مدرسه نمی‌رفتم، من روی زهر بود و جمع و بودم تفریق بلنده بودم، گفت چند مثلا نصف سیاه سیاه یکی اگه سفید باشید دو زر بود، مثلا من گیج شده بودم اینا رو و اصلا گفتم من نمی‌خوام اینکه برم کلاسی بیارم، چقدرم الان پشیم بودم. ولی خب شاید اگر یک شیوهی برای درست دادن به یک کودک 6 ساله 5 ساله بود شاید الان من آموختن ویولون، هر چند مدتی بعدها ویولون و کمانچه و تنبک و پیانو و سایدرام و فلوت اینا زدم، ولی ترومپت رو بخشید، ولی برحال ویولون خیلی دوست داشتم همیشه، ولی ویولون همیشه می نویسم آیا می نویسم. و الگوی من و کسی که از همه بیشتر در موسیقی ایران بهش ارادت مندم استاد علی خان وزیریه که مرد شرافتمند موسیقی ایران، البته همه هستن، عاشق وطن و نابغه موسیقی بود به نظر من و زحمت کشید برای این موسیقی، برای این فرهنگ، برای اینکه موسیقی رو از اون حالتی که نوازندگان رو مطرب میگفتند و آر داشتند که در جایی بزنند، وزیری یک شخصیتی به نوازنده و هنرمند داد که واقعا زحمات وزیری کتابایی که نمیشته اصلا از این مجال اندک واقعا شرحش خارجی. استاد رشته تحصیلی شما چی بوده و آیا از رشته ای که توی اون تحصیل کردید راضید یا نه؟ من رشته تحصیلی مهندسی راه و ساختمان بود، ولی خب به هر حال یه بعدها یه آلبومی دادم به نام راه و ساختمان، رو بهش میگن رشته آب و گل، کار ساختمان، یه آلبومی دادم به نام آن سوی آب و گل که دلالت داره بر جان و دل در موسیقی. من به هر حال رشته تحصیلی بود، یه مدتی هم کار میکردم تو رشته، ولی به هر حال فهمیدم که من متعلق اون رشته نیستم، یه اون رشته من نیست. بیشتر بچه هایی که رشته مهندسی خوندن
اومدم گرش بده کردم به سمت ادبیات و رشته هنری. همینطوره بعد. بله. استاد وقتی که پیشرفت و موفقیت هنرآموزاتون رو می‌بینید چه حسی دارید؟ اینکه از شاگردایی که در گذشته خدمت شما بودن و کسب فیض کردن، کسب هنر کردن، یه کسی هست که الان خودش مشغول به تدریس باشه؟ بله، اون که فراوان
ایران پرخندان در خارج کشور هم همینطور و هنرمندان قابل نوازندگان چیردست و مدرسان و معلمین بسیار خوب و قابلی شدند و وقتی من پیشرفت شاگردانم میبینم احساس میکنم که من ادامه دارم، یعنی ادامه وجود خودم و اندیشه های خودم رو جاری و ساری میبینم و خب برای یک معلم، یعنی حتی بگم کم لطفترین معلم وقتی پیشرفت شاگردانش رو میبینه خرسند میشه. من وقتی پیشرفت شاگردانم رو میبینم احساس میکنم که اندیشه های من و زحماتی کشیدم بیهوده و بیحاصل نبوده و داره ساری و جاری میشه در طول زمان و جامعه. حسن استاد، بین مردم رواج داره میگن کسایی که ساز میزنند و نوازندند سازشون مثل بچهشون رو به نسبت بهش یه عرق خاصی دارن، در اون شما صدق میکنه یا نه؟ حتما. و ببینید، یک ساز خوب یک ابزار خوبی است که آدم میتونه احساس رو باید بیان کنه. اگر در بیان احساس و ساز مشکلاتی داشته باشیم، خب واقعا اون زحماتی کشیدیم و اون تجربه‌ای که آموختیم اونها رو نتونیم درست بیان کنیم، خیلی آزار می‌بینه نوازنده. بنابراین ساز خوب واقعا قیمت نداره، نه قیمت منظورم مادی که حالا بماند، قیمتی اصلا معنوی اون و احترامش پیش نوازنده، پیش نوازنده قابل چیز نیست، قابل بیان نیست واقعا. بله درسته استاد. یک سال اینجا به وجود اومد، از موقعیتی که الان داخلش هستید راضی هستید؟ چقدر راضی؟ یه مقدار اگر توضیح بدید. والا من اگه بخوام بگم، باید بگم که اگه بگم راضیم ممکنه بگم من از خود راضی هستم. من هرگز از موقعیتی که درش قرار داشتم، من همیشه رضایتمندی خودم رو از شرایطی که درش هستم ابراز کردم، ولی قانع نبودم. همیشه برای دست یافتن به عرصه‌های بیشتری و پهناورتری از دانش و هنر همیشه تلاش کردم. این روزها هم همینطور هست، ولی به هر حال آدم نیستم که اهل گلایه باشم و شکایت باشم، بلکه بیشتر تلاش میکنم. هرچی عرصه تنگتر باشه تلاش من بیشتر میشه، هرچی عرصه سختتر باشه من مقاومتر میشم. بنابراین جایی برای گله کردن ندارم، بلکه تلاش میکنم که شرایط رو عوض کنم. آفر استاد، در دوران کودکیتون آرزوی شغلیتون چی بود؟ دوست داشتید که بزرگ میشه؟ سوال جالبی. من دبستان که میرفتم خب فرمای به ما میدادم میخواییم چی کاره بشین. من همیشه آرزو می بود که خلبان بشم، پرواز رو دوست داشتم. همیشه من نجاری هم میکردم و کاردستی هم درست میکردم، برها نجار قابلی هم شده بودم. من اسباب‌بازیم همیشه هواپیما بود، کوچیک و بزرگ، با چیز رو موتور درست میکردم برش، با آرمیشه میذاشتم، باتری میذاشتم، بره فلان. آرزو می بود تو همه فرمام هم نوشتم میخوام خلبان بشم و مهندسی خوندم و موزیسین شدم. یعنی سه تا یه چیز دیگری شد. به حال موسیقی هم نوعی خربانیه. باش آسمان ها گفتش که یکی بعد گفت که شما چی کاری؟ گفتم که من شکارچی هستم. گفت شکارچی هستی؟ گفتم آره. گفت چی شکار میکنی؟ گفتم من شکار دلها میکنم. بریم یه قسمت هایی از کارهای استاد رو با هم دیگه ببینیم، برگرد. چند تا فرزند دارید؟ به اینکه آیا فرزندای شما تو مقوله موسیقی هم
دستی دارند یا نه؟ بله، من دو تا فرزند پسر دارم، آقای سیاوش ساکت و کیارش ساکت. سیاوش بزرگتره، فوق لیسانس میکروبیولوژی و تنبک میزنه، در کنسرت های زیادی با من همراه بوده. کیارش هم ترم 6 و 7 6 فکر میکنم موسیقی میخونه و تار میزنه. پس فرزندای شما بله وارد درس موسیقی شدن. بله بسیار عالی. فقط یک سوال اینجا الان برای من به وجود اومد، اگه دوباره شما متولد میشدید بازم پا به عرصه موسیقی میذاشتید یا نه؟ واقعا سوال سختیه، برای که همچین اتفاقی برای کسی ممکنه، یعنی برای کسی هرگز نمیفته. ولی من از خردسالی به کار هنری علاقمند بودم. اگر با همون روحیه متولد بشم فکر میکنم این دفعه با یک دقت نظر و نگرش دقیق‌تری پا به همین عرصه میذاشتم و سعی میکردم اون وقتهایی رو که تلف کردم شاید این گونه نباشه در دفعه. خوب سوالی است که هیچ وقت پیش نمیاد، ولی این صادقانه گفتم همینطور خواهد بود قطعا، چون راه دیگری برای من زندگی بدون هنر به قول استاد سبا مانند زندان سیاهی است که در اون حق هر گونه کار رو از آدم سلب کنند. این نظر سبا در مورد موسیقی و هنر بسیار عالی. خدا رحمتش بکن. و در آخر استاد، اگر با بینندگان عزیز برنامه صحبتی دارید و اگر عزیزانی بخوان در فرض مثال پا بذارن در راه موسیقی، اگر شما توصیه دارید در زمینه بشن بفرمایید. والا توصیه که اگه عاشق شاید من روزی کار جهان سرد ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. به هر حال کسی که پا به عرصه موسیقی میذاره و عاشق میشه خودش راهش و عشق خودش راه رو مینماید و میگه تو پای به راه بده و هیچ مپرس، خود راه بگویدد که چون باید رفت. بسیار عالی. من درود و مهر و افتخار من بر همه کسانی بود که در راه اطلاع، حفظ و اشاعه فرهنگ و موسیقی ایرانی گام برمی‌دارند و این موسیقی شریف، مقدس و پر از رمز و راز و سرشار از عاطفه و مهر رو بین مردم می‌گسترانند و می‌پراگنند. درود و مهر بر همه علاقمندان و عاشقان فرهنگ ایران. استاد ممنون که وقتتون رو به ما دادید. خواهش می‌کنم. ما از کنار شما بودیم لذت بردیم. خیلی متشکرم. جوانان عزیز، ممنون که با ما بودید و امیدوارم که از برنامه‌ای که ضبط شد لذت برده باشید. همتون رو تا یه دیدار دیگه به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم و امیدوارم که روزگار خوبی براتون در انتظار باشه. خدا یار و نگهدارتون.